درود بر شما. 11 آذر ماه 1401 خورشیدی و 2 دسامبر 2022 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر میبینیم که حکومت از بالا تا پایین چگونه از مسیری که جنبش انقلابی سراسری داره با افت و خیز ناگزیر جلو میره وحشت کرده و برای نخستین بار اعتراف میکنه که این جنبش را سر بازی ایستادن نیست. این هفته اعتراضات خیابانی شدت کمتری داشت و در واقع یک تنفس برای خیزهای بعدی بود. البته یک ویژگی پیدا کرده است، استان سیستان و بلوچستان، به طور مشخص شهرهای بلوچ، که هر جمعه صحنه اعتراضات و تظاهرات خیابانی و تجمع در میدانهای اصلی شهرها به ویژه در زاهدان است و مخصوصا از زمانی که اسناد افشا شده درونی حکومت از قول علی خامنه ای میگوید که ما باید مولوی عبدالحمید رهبر در واقع مذهبی و شاید بشود گفت الان سیاسی بلوچستان رو بی آبرو بکنیم. این خب برخورد خیلی زیاد به برخورنده است برای مردمی که به هر حال بهش اعتقاد دارن، به مولوی عبدالحمید، و اعتراض ها بخشیش در واقع به این انگیزه و بهانه هم هست در سیستان و بلوچستان. باری و عرض کردم اونجا دیگه هر جمعه داریم میبینیم، دیروز پنج شنبه هم تجمع در میدان اصلی شهر در بعضی از شهرها بود، با در بلوچستان با بالا بردن عکس ها و پلاکارد های بزرگ مولوی عبدالحمید. خب همزمان با این در واقع تنفسگیری تظاهرات خیابانی، اعتصاب کامیونداران و رانندگان ماشین های سنگین حمل و نقل شروع شد. اعتصاب هوشمندانه برای در واقع وزن کشی. فراخوان اعتصاب 3 روزه داده شد از 5 تا 8 آذر. پاسخ به فراخوان یک موفقیت بود برای اتحادیه های مستقل کارگری. اعتصاب کامیونداران پالایشگاه شیراز. اعتصاب کامیونداران. درود و شرفتان. اینجا بندر عباس، اسکله شهید رجایی. امروز 8/9/401 همونطور که میبینین کانتینرها رو آوردن، آماده کردن که کامیون ها بیان بارگیری بکنن به مقصدهای مختلف، تهران، اصفهان، شیراز، هر مقصدی، ولی هیچ کامیونی شما اینجا نمیبینین. الان ساعت 11:30 ظهر، روزهای قبل، هفته‌های قبل اینجا پر ماشین بود، پر کامیون بود، همه داشتن بارگیری میکردن آماده به سمت شهرهای مختلف. دم همه راننده ها گرم، دم همه کامیوندارا گرم که توی این اعتصابات شرکت کردن. حکومت میاد نامه میزنه به همه شرکت های حمل و نقل تا شاید بتونه کامیون قرض کنه. در واقع نامه درخواست فوری اعزام ناوگان به بندر امام خمینی جواب نمیده. این نامه نگاری ها 3 روز اعتصاب، عرض کردم یک وزن کشی موفق بود برای رانندگان اعتصابی و تشکل‌های اتحادیه کارگری. هفته گذشته اعتصاب‌های کارگری پراکنده هم در جریان بوده، از جمله کارخانه کیان تایر در جاده تهران کرج، 3 شرکت صنایع تولیدی کروز که بزرگترین شرکت قطعه‌سازی در صنایع خودرو و ماشین‌سازی است، پالایشگاه 11 در فاز 13 پارس جنوبی و
چند نمونه دیگه. این یکی از دستاوردهای پایداری جوانان و تداوم اعتراضات خیابانی بود که هفته گذشته در اعتصابهایی که عرض کردم دیدیم. از دستاوردهای مهم دیگر جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آذر قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره وضع حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. من چیزی درباره اهمیت این نمیگم، بذارین از رسانه‌های خود جمهوری اسلامی بخونم براتون. در مواجهه با این اقدام سازمان ملل، جمهوری اسلامی 3 راهکار پیش رو دارد. 1، تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌های آن که نمی‌کنه جمهوری اسلامی. 2، همکاری با کمیسیون بین‌المللی که گفته نمی‌کنم جمهوری اسلامی. 3، عدم شناسایی این کمیته قطعیاب و همکاری با آن، یعنی عدم همکاری با هم. در صورت اخیر، یعنی عدم شناسایی کمیته حقیقت یاب و عدم همکاری با آن که رسما جمهوری اسلامی اعلام کرده این کمیته رو به رسمیت نمیشناسه و باش همکاری نمیکنه، در این صورت کمیسیون اعضای خود را از میان اپوزیسیون ایرانی و کارشناسان خارجی انتخاب میکند و گزارش خود را با استناد به منابع خارجی از جمله گزارش اخیر CNN، یعنی گزارش تحقیقی مستند از موارد تجاوز جنسی و شکنجه های دیگه علیه بازداشت شده ها در ایران که CNN پخش کرد، تنظیم و منتشر خواهد کرد. در این صورت اگر در گزارش یک ارگان بین المللی حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود که با توجه به گزارش ها و ادعاهای منابع غربی محتمل است، 2 پرونده جدید و خطرناک علیه ایران گشوده خواهد شد که حتی می تواند بهانه دخالت نظامی خارجی را نیز فراهم کند. ارجاع پرونده بررسی ارتکاب جنایات احتمالی به دیوان بین المللی کیفری و توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی. این از رسانه‌های خودشون، من خوندم براتون. اهمیت که خیلی ها میپرسن اهمیت این کمیته حقیقت یاب چیه، این به محض صدور خبر رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل کمیته حقیقت یاب، جمهوری اسلامی با دستپاچگی در واقع عده ای از زندانیان سرشناسی که تو همین ماه گذشته بازداشت کرده بود آزاد کرد، از جمله حسین رونقی، بوریا غفوری، پرویز برومند، کتایون ریاهی و 1156 زندانی دیگه که عرض کردم در این 1-2 ماه اخیر در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بازداشت کرده بود و البته جوانای دیگری که در تظاهرات سراسری این 2 ماه بازداشت شدن و آزاد نشدن حمایت داخلی و بین المللی دارن و حکومت قاعدتا نمیتونه هر بلایی که میخواد سرشون بیاره. کانال تلگرامی، برای مثال عرض میکنم، کانال تلگرامی توماج صالحی که دوستاش ادارش میکنن این پستو گذاشته و نوشته شنبه 12 آذر فردا تولد توماج صالحی. توماج در زندان دستگرد اصفهانه، سالگشت تولدش رو برگزار میکنند. حمایت بین المللی هم از توماج صالحی هفته گذشته ادامه داشت. افزون بر گزارش هایی که رسانه های مهمی مثل واشنگتن پست و CNN در این باره منتشر کردن، باز برای نمونه عرض میکنم، یوان ارهیه نماینده مجلس آلمان نوشت شنبه هفته گذشته در طی یک نامه به وزیر خارجه آلمان و نماینده دولت آلمان در بخش حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه و همچنین در نامه به سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان خواستار آزادی فوری توماج صالحی شدم. توماج صالحی یک خواننده رپ است که از هنرش برای انگیزه دادن به مردم برای دفاع از آزادی و زندگی استفاده می کند. ترس حکومت از واکنش بین المللی و مردمی به جنایاتش به دلیل فشار خود جنبش انقلابی سراسری در طول 3 ماه گذشته است که هم حمایت بی سابقه بین المللی جلب کرده، بی سابقه است این حمایت بین المللی، و هم با این جنبش انقلابی با 1 گام به پس که داریم میبینیم 2 گام به پیش ادامه داره و به همین دلیل خامنه‌ای و فرماندهان سپاهش آشکارا ترسیدن از سرنوشت خودشون که
برنامه امشب گزارش همین ترس مسئولان نظامی و سیاسی و حکومت و شخص پیشواز. برای شروع ببینید چند بار در یک سخنرانی در هفته گذشته، در یک سخنرانی کمتر از یک ساعته، خامنه ای چند بار به بسیجی ها میگه نترسید، دشمن خودشو داره بزرگ جلوه میده، شما نترسید. این فرهنگ بسیجی ایناست. اون وقت در میدان مقابله با دشمن هم، یعنی در میدان جنگ نظامی هم، بی‌محابا وارد میدان شدن، از دشمن نترسیدن، به دشمن فرصت ندادن، اینه. بسیجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنامه، به خودشون ناامیدی راه نمیدن. این یکی از بخش‌های مهم فرهنگ بسیجی است. بسیجی ناامیدی براش معنا نداره. فرهنگ مجاهدان بی توقع، خطرپذیری است، نترسیدن. این ظرفیت تازه به وجود نیامده، این قدیم هم بود، منتها سرکوب میشد، استفاده نمیشد. در دوران حکومت‌های طاغوتی همین روحیه بسیج پروری با همین خصوصیات که گفتیم، ورود در میدان، نترسیدن، با دشمن سینه به سینه شدن، اینا در دوران رو گذشته هم بود. دشمن همیشه سعی میکنه خودشو در نظر شما بزرگ و قوی جلوه بده. صحبت‌های شنبه پیش خامنه‌ای ادامه در واقع صحبت‌هاش بود در یک هفته قبلش، که گفته بود یه 4 تا اختشاشگر و شریر اومدن خیابون، حتما جمعشون میکنه. خب جمع نشدن این 4 تا اختشاشگری که در بیش از 100 شهر کشور بنا به نوشته رسانه‌های خودتون و گفته خودتون جلو مزدوران حکومت سینه سپر کردن. خامنه‌ای همون موقعی که بسیجی‌ها بارها ازشون میخواد که نترسن، سوس نشن، خسته نشن و اسلام ناب محمدی پیروز است، میگه اصلا دشمنان حکومت اسلامی همه دروغ میگن که اوضاع رو اینجوری گزارش میکنن. دروغ. امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ. یعنی همین تلویزیون هایی که میدونید و میبینید مال دشمنه، یا همین فضای مجازی، یه عده‌ام باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتیم یکی از جهاش اینجاست. ببینید کی دروغ میگه و جهاد تبیین پیشوا یعنی چی. ببینید در فایل افشا شده از صحبت‌های قاسم قریشی، جانشین فرمانده بسیج، در 24 آبان 21 استان کشور اعتصاب کرد. خبراش هم دیگه در این شبکه، به شبکه‌های دیگه مدام دیدید و در فضای مجازی. همون شب 24 آبان اخبار سیمای آقایون که زیر نظر همین آدم داره کار میکنه، میگه اعتصاب اصلا کجا بود؟ در روز جاری هم با وجود آقای متعدد و زیادی که اعتصاب منتشر شد، ما با ساعت دو که برای بودیم مجموعاً 21 سال ما در اعتصاب بازار بودن. میانگین تعطیلی بازار در روز جاری بوده 70% خوبی که بیشتر قدرش به حوزه تهران بوده و بخش آبراجه بازار میدان تنه که بزن 24 و 25 و 26 وارد به سن رفوشون رو تعطیل باید کرد و به تعطیل استان خراسان شمالی زنجان تهران بود، استان مجلی، استان عربوزیت، هرمزگان، گیلان، گلستان، فاس، کرمان، کرمانشاه، آنشهری، اصفهان، ایران، نوشه، استان تهران، آذربایجان غربی، چهارمحال، خوزستان و خراسان روز سلام اعتصاب بازار با 50 تا 90% قطعات 100% هم داشتیم. جریان عادی در بازارهای کشور با وجود فراخوان چند روزه رسانه های انگلیسی سعودی برای به تعطیلی کشاندن گسترده و سراسری بازارها در شهرهای کشور،
گزارش خبرنگاران ما از جریان عادی کسب و کار در اکثر قریب به اتفاق بازارها خبر میده. من این فراخوان رو دیدم، همه بچه هم، همه کاسه با هم دیدن، هیچ کدام اهمیت ندادیم، از صبح تا حالا مغازه بودیم داریم کاسه بمون میکنیم. اینا که برای ما همه فراخوان میدن، از جای دیگه حقوق میگیرن، ما برای چی که کار کاسه بمون ببندیم؟ من 14:40 من در بازار مولوی هستم، همینجور که میبینیم همه چی برقراره. ما به هیچ فراخوانی اهمیت نمیدیم، ما تابع قانون جمهوری اسلامی ایران هستیم و اجازه نمیدیم کسی برای ما تصمیم بگیره. به رضایت دیم، همیشه صبح اومدیم سر کار، سر کارمون هستیم. این نمونه ایست از وقاحت در دروغگویی حکومت اسلامی به رهبری امام خامنه ای. در علم روانشناسی اولین دلیل دروغ گفتن چیه؟ ترس. میترس از مردم که با این وقاحت دروغ میگه و به دستگاه‌های حکومتی میگه دروغ بگید. اسمش هم گذاشته جهاد تبیین. ایشون پیشوا میفرمایند که بسیج، این نیروی قلیل تحت فرمانش، به زبان خودش بگم نیروی قلیل تحت فرمانش که در همه حکومت های فاشیستی بودن، پیران سیاه‌ها و پیراهن قهوه‌ای‌ها در نازیسم و فاشیسم، بسیج میگه اینا نباید آرمان جمهوری اسلامی رو، یعنی آرمان این فاشیسم مذهبی رو فراموش کنند. یعنی بسیج باید بداند که این مردم توی خیابون اینا ابزار دست دشمنان خارجند، ابزار دست آمریکا و اسرائیل. این حرفایی که هیتلر و موسولینی میگن برای پیراهن سیاه‌ها و پیراهن قهوه‌ای‌هاشون میگفتن، این دستجات لاتولوت اشرار در آلمان و ایتالیا و بعضن در اسپانیای فاشیست، بعدن در دوره فرانکو، میگه اینا ابزار دست خارجیان، اونا هم اینا رو میگه ابزار دست آمریکا و اسرائیل و استکبارن که خواستن حکومت اسلامی نباشد. حالا اونا میگفتن که حکومت ملت برتر فلان و بهمان اینا نباشد، حکومت اسلامی نباشد. بعد میگه اینها در جنگ با عراق شکست خوردن، سالهای 88 و 96 و بعدش که همه اینا توطئه برای ساقط کردن این حکومت اسلامی بود شکست خوردن و تا امروز شکست خوردن، باید مواظب باشین. حالا امروز چه میگه؟ اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن، وقتی این اختشاج را میدازن، یکی شعار میده، یکی مینویسه، یکی نمیدارم چه میخونه. بسیج فراموش نباید بکنه که درگیری با استکبار جهانیست، درگیری اصلی اونجاست. حالا با اینا هم برخورد میکنن، اما دشمن اصلی اونجاست، درگیری اصلی اونجاست. این چهار تا یا غافلن یا جاهلن یا بی اطلاعن یا تحلیل بد بهشون داده شده یا هم تعدادی مزدورن. بحثی نداریم در اینکه کدام رهبر سیاسی مردم خودشو اینجوری خطاب میکنه. مردم خودشو که میان تو خیابون فقط اعتراض مسالمت آمیز میکنن، بعد میکشنشون، بچه هاشون رو میکشن و اینها رو آسی میکنن در برخورد باهاشون که حقشون رو بگیرن. همین فرمولو که ایشون فرمودن فرماندهان سپاهش تکرار میکنن. شنبه شب 5 آذر حسین سلامی فرمانده کل سپاه بعد از همین صحبتهای خامنه ای تشبه میبرن زاهدان، پرواز میکنن زاهدان سخنرانی میکنن. کشور امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم است. توجه کنید عزیزان، همه آرایش سیاسی قوای کفر و شرک
و نفاق و الحاد از سراسر جهان با مزدوران و سرشاخه های داخلی خود که معدود انسانهای گمراه و فریب خورده هستند، به جنگ انقلاب شکوهمند این ملت، به جنگ امنیت این ملت، به جنگ وحدت ملی آمده است. اینا که اون چهار تا اختشاشگر بودن که همون حرفای پیشوا، اعتراضات مردم وجود نداره. یه جبهه جنگ بین استکبار و مزدوران داخلیش با حکومت اسلامی که حافظ جان و مال و کرامت انسانی و رفاه امروز و فردای ایرانیان است، ملت مسلمان ایران است، بدون هیچ تبعیضی. سنبه این اعتراضات البته خیلی پرزوره، انگار جنگ جهانی علیه جمهوری اسلامی را افتاده. راست میگه، حکومت‌های فاشیستی یا با حمله نظامی از خارج از بین میرن، یا با انقلابی که کم از حمله نظامی بین المللی علیه این حکومت ها نداره. دیگه من توضیح نمیدم، بریم بخونین دیگه تاریخ جنبش های مقاومت ضد فاشیستی در فرانسه، اسپانیا، آلمان، ایتالیا. بدون رحم و بخشش برای حکومتگران مثل سیل پیش میره. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاهشون از فرماندهان سپاهی است که هفته پیش درباره اوضاع آمد علنی صحبت کرد، چون اینا که مدام جلسه دارن و گاه فایل‌های ضبط شده حرفاشون هم به بیرون درز میکنه و میشنویم دیگه. حاجی زاده آمد علنی گفت که الان شرایط جنگی است و عده‌ای از حکومتی ها در واقع بیشترشون میترسن بیان موضع بگیرن. اخیراً هم خامنه ای پیغام فرستاد به مجمع تشخیص مصلحت نظامشون از طریق حداد عادل که چرا درباره اعتراضات موضع نمیگیرن اینا. باری صحبت های حاجی زاده رو بشنویم. اتفاقاً تو این شرایط میبینی خواص ما ساکت میشینن، حرف نمیزنن، احتیاط میکنن، میترسن. خب خواص شده برای چی؟ خواص برای زمان صلح. خب این شرایطه باید بیاد هر کدومتون بالاخره پرچمدار یک کاری بشید، باید بالاخره بیاید چهره به چهره توجیه بکنید، توضیح باید بدید، همراه بکنید. نمیشه دیگه. ریزش نیروها همچنان ادامه داره و این نیروها همراه شدنی نیستند. این نیروهایی که از داخل مردم هستند، زن و بچه و فامیل و پدر و مادر دارن، نمیتونن همچنان تابع سپاه ظلم باشن، خانواده هاشون نمیذارن. همه کم و بیش اطلاع داریم، حتی در روز و شبهای پرآشوب بعضی خانواده ها از ترس فامیل و اهل محل نمیذارن وابستگان بسیجی یا سپاهیشون برن بیرون مردم رو بزنن. شناسایی بسیجی ها و سپاهی های بیرحم و جلاد در بین فامیل و محل دیگه چیز پنهانی نیست. خب میترسن برن. خواص هم که ایشون فرمودن همیشه میرن وسط میخوابن که روز واقعه رو برای خودشون به تأخیر بندازن. همه اینا یعنی مسیر انقلاب و تاریخ رو به جلوست، راهی نداره. فریبرز کرمیزند افسر فراری نیروی انتظامی با انتشار نامه محرمانه فرمانده کل پلیس پیشگیری فراجا حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ این نامه رو افشا کرده است و نوشته است. نامه رو ببینین. اول نوشته سایه ترس افتاده روی زندگیشون، البته که مقصر اصلی خودشونن. به جای اینکه در کنار مردم باشن روبروشون ایستادند، که البته هرچه سریعتر باید در کنار مردم قرار بگیرن و الان مجبورن روزانه نامه بزنن که مراقب باشید آدرس خونتون رو کسی پیدا نکنه، با یونیفرم تردد نکنید.
نامه است که مخفی نگه دارید خودتونو. همین مسیره که عرض کردم این ترس انداختن به جان ستمگر اصولا وحشت آفری نی چیز خوبی نیست، ولی ترس انداختن به جان ستمگر مسیر بی تردید انقلاب علیه ستم، چون اونا میخوان صندلیشون رو حفظ کنن، موقعیتشون رو حفظ کنن و طبیعتا در مسیر حرکت میبینن که چنان لرزان شده که ممکنه جسم و جانشون هم حتی له بشه این وسط، نه فقط موقعیتشون. این ویدیوهای فراوانی که در فضای مجازی دیدین، برای نمونه عرض میکنم عمامه های زاپاس آخونده همراه خودشون میبرن که اگر یکیش از دست رفت در مسیر عمامه پرانی ها یکی دیگه داشته باشن، بی عمامه نمونن فقط با عبا و کله و مکلا. با وجود این اوضاع خامنه‌ای دست رد میزنه به سینه متحدان سابقش که اومدن کمکش کنن، اصلاح طلبا و میان روهایی که در دهه 70 و 90 در انتخاباتی که خاتمی شد رئیس جمهور در دهه 70 و 90 دوره‌ای که روحانی آمد با اون وعده های صد من یک قاز شد رئیس جمهور، باعث نجات جمهوری اسلامی شدن. خامنه‌ای دست رد میزنه به سینه اینا، نه فقط به دلیل تکبرش که تکبر یک پیشوای فاشیست و تعجبی نداره که بخش مهمی از این تکبر رو البته دوروبریاش بادمجون دورقابچیناش همیشه در کاسه رهبر و پیشوا میذارن، یه دلیلش اینه، اساساً به دلیل این است که میداند اوضاع مثل دفعه‌های پیش نیست، حتی مثل سال‌های 96 و 98 نیست. در سال 96 و 98 میتوان گفت که چنان به سرعت عمقی شد اعتراضات، در واقع که به شورش پابرهنه ها توصیف شد، به جنبش گرسنگان توصیف شد، از زمانی که مسئله بنزین مطرح شد و گرانی های افسار گسیخته جان مردم به لبشون آورد و دیگه مردم فرداشون هم حتی نمیدونستن، امروز هم چون این هست، حالا داره حقوقا رو به شکل حیرت انگیزی میبره بالا این حکومت تا بتونه شاید مثلا ساکت بکنه، حالا درباره این موضوع صحبت میکنیم. عمقی شدن جنبش در سال 96 و 98 رو ما در اعتراضات کارگری در توی کارخونه ها می دیدیم و در شکلگیری تشکل های صنفی بین معلم ها و فعالتر شدن این تشکل ها و کارگران، در واقع تمام حقوق بگیران، تمام له شده ها در 43 سال گذشته. ما امسال در 1401 در این سه ماه گذشته می بینیم که هنوز به عمق نرفته این جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی. این جنبش است برای هویت ایرانی و هویت انسانی و آنچه که پیش آمده به همین دلیله که سخنرانی میکنه خامنه‌ای مدام در جمع خواص و یا به صورت علنی که میگه آرمانتون و آرمان جمهوری اسلامی رو حفظ بکنین، یعنی نذارید مردم به هویت یابی برسن. این دفعه با دفعه پیش خیلی فرق میکنه، به این دلیل مسئله هویت مردم است و هویت جمهوری اسلامی. تو همین سخنرانی در جمع فرماندهان بسیج به این دلیل میاد میبینه که مثل دفعه های قبل نیست که عرض کردم، و
برای این است که مسئله هویت جمهوری اسلامی مطرحه و به همین دلیل هم اعتماد نمی‌کنه به اصلاح طلبا، میاد برای تعیین تکلیف علنی با اصلاح طلبا سخنرانی میکنه. بخش مهمی از سخنرانیش در شنبه گذشته که سخنرانی مهمی بود، عرض کردم، هم به دلیل بیان مکرر ترس از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و هم در پیوند با تعیین تکلیف کردن با اصلاح طلبا. در طول هفته گذشته خبرهای نشست و برخاست چهره های اصلاح طلب با مشتبه خامنه‌ای و بقیه دوروبری های علی خامنه‌ای و نامه بی جواب محمد خاتمی به علی خامنه‌ای رو شنیدیم و نه به صورت شایع در رسانه خود جمهوری اسلامی هست. رئیس دولت اصلاحات گفت بیگانگان و بدخواهان و دشمنان عزت ملت و استقامت و پیشرفت کشور بیکار نمی نشینند، ولی نقش و کار آنها بیشتر بهره برداری سو از نارضایتی مردم و تلاش برای سوق دادن این اعتراض ها به سوی ناآرامی است و حتی ابزار قرار دادن خون و رنج مردم برای نیل به مقاصد شومی است که دارند. اینا رو محمد خاتمی نوشته. از سوی دیگر در جهان و فضایی به سر میبریم که وضع گریز ناپذیر ارتباطات در آن زمینه بهره برداری سو از نارضایتی ها و استفاده ابزاری از آن برای رسیدن به مقاصد شوم را آسان کرده است. براندازی نه ممکن است نه مطلوب، ولی ادامه وضع کنونی هر لحظه زمینه های فروپاشی اجتماعی را پهن‌تر و بیشتر میکند. در یک کلام، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راهکار که نتیجه آن ثبات و پیشرفت و بازسازی اعتماد از دست رفته بخش مهمی از جامعه از حکومت است، خود اصلاحی نظام است، هم در ساختار، هم روی کرد و هم رفتار، امری که همواره از سوی خیرخواهان گفته و پیشنهاد شده است. نظام خود چه اصلاح کنه؟ نظر مردم اصلاحش کنن. چجوری اصلاحش میکنن مردم؟ میگه دیگه، میگه میزنن براندازی میکنن که برای جمهوری اسلامی مطلوب نیست، برای این آخونده، برای خاتمی همسالخ، همه شون بدی کیست که مطلوب نیست، از عرش به فرش افتادن است. با این خیرخواهان جمهوری اسلامی، عرض کردم، نشست و برخواستای انجام میشود اما نتیجه حاصل نمیشه. ارگان مطبوعاتی سپاه صبح صادق بعد از این صحبت‌های خاتمی نوشت این جملات و مرزبندی روشن، یعنی با تیتر براندازی نممکن است نمطلوب، این جملات و مرزبندی روشن چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ این پرسش را نیز می‌توان در بخش دیگری از گفته‌های رئیس دولت اصلاحات در همین دیدار جستجو کرد، آنجا که می‌گوید گام نخست تفاهم و حرکت به سوی همدلی و اقناع متقابل است. خاتمی که در میان اصلاح طلبان جایگاه ویژه‌ای دارد میتواند با ایجاد تفاهم در طیف اصلاحات، با پررنگ کردن مرزبندی با دشمنان ملت ایران، زمینه گفتگو را فراهم کند. خب این صحبت‌های صبح صادق ارگان مطبوعاتی سپاه بود. میخوام یک در واقع بررسی کوتاهی از ذهنیت جریان های فکری درون هیئت حاکمه داشته باشیم، تا اینجا رو داشته باشین. بعد رویداد 24 در پاسخ نوشت گرچه ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران این سخنان خاتمی را به عنوان مرزبندی با ضد انقلاب توصیف کرده، اما این نخستین مرتبه ای نیست که رئیس دولت اصلاحات چون این موازی اتخاذ میکند. او پس از اعتراضات آبان 98 در سخنانی ضمن انتقاد از برخوردها با معترضان گفته بود، این جملهشو میره، در این میان متوهمان براندازی هم هستند که به همان اندازه علیه اصلاح طلبان و اصلاح طلبی خشونت پرهیز سمپاشی کرده و میکنند که علیه جمهوری اسلامی، و این امر کار ما را در جدا کردن مرزها آسان میکند. درست میگه رویداد 24. همین صحبت رو خاتمی سال 98 هم کرده بود، اون موقع نشریه های سپاه بهش حمله کردن، الان تحویلش میگیرن چون اوضاع الان خیلی با سالهای قبل فرق میکنه. یه عده از سرداران سپاه حفظ قدرت رو در تعامل تحت کنترل، تعامل کنترل شده با اصلاح طلبای جمهوری اسلامی میبینن، چون نیروشون تحلیل رفته و نیروی دشمن یعنی مردم با ریختن ترسش از سپاه مزدور
بیشتر شده، خطرناکتر شده برای جمهوری اسلامی. سپاه وقتی کف خیابون با این واقعیت روبروست، طبیعی است که سعی میکنه از نیروی ذخیره نظام، یعنی همین اصلاح طلبای خاتمی چی، استفاده کنه. اما خامنه‌ای حاضر نیست، چون افزون بر خودپرستی عرض کردم مثل رهبر فاشیست دیگه، صدای انقلاب رو شنیده. اصلاح طلب اصولگرا دیگه فرقی برای مردم نداره، پس چرا باید گوشه تخت خلافتش به اونام یه اندک جای بده؟ منطقی داره دیگه برای خودش. شنبه پیش تکلیف خودشو با اصلاح طلبای جمهوری اسلامی، با اصلاح طلبا به طور کلی، برای چندمین بار و شاید آخرین بار روشن کرد. قبل از اینکه خامنه‌ای حرف بزنه در این باره، سلامی فرمانده سپاه اون شروع کرد به اصلاح طلبا حمله کردن. تمامی شبه افکنی ها، القاء تردید ها، مفهوم سازی های غرب گرایانه، تأکید بر جدایی دین از سیاست، القاء ناکارآمدی دین در مدیریت جامعه، تعارض بین منافع ملی و آرمان‌های انقلابی، طرح گفتگوی تمدن‌ها که مدل نظری برای ادغام نظام فکری حاکم بر جامعه انقلابی من در سیستم جهانی بود، همه و همه مفاهیم نبرد جدیدی است که در شعله‌های فروزان انقلاب اسلامی و ولایت مداری مردم و بزرگوارمان باطل گردید. آماده ایم تا از چشم سار زلال حکمت مولا و مقتدایمان مسیر خود را یافته، تا پیکر رشید بسیج مستضعفان از حمایت و هدایت حضرت عالی قوت و سربلندی جاودانه یابد. بعد که چشم سار حکمت زلال مولا و مقتدایشان به صدا در میاد، بسته بودن راه اصلاح طلبا در حکومت اعلام میشه. میگن که برای این که بتوانید این اغتشاش ها رو که در این چند هفته راه انداختن در کشور، بتوانید اینها رو تمام کنید، ساکت کنید، باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. اینو صریح مینویسن، صریح مینویسن باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. یا میگن باید صدای ملت رو بشنوید. بعد در ادامه با صراحت میگه اولا ما مشکلمون رو با آمریکا حل نمی کنیم، ثانیا خود شما در واقع اصلاح طلبا هستید که میگید صدای معترضان رو بشنوید، خودتون صدای این لایه طرفدار پیشوا رو باید بشنوید. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمی کنه. میگه صدای ملت رو بشنوید. صدای رعداسای ملت در سیسته آبان امسال بلند شد، شنیدید؟ صدای رعداسای ملت در سیسته آبان همون صدایی بود که از فیلم های و عکس های فتوشاپ شده و فیلم هایی که دیگه واقعا شرم‌آوری دروغ‌گویی حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه پروپاگانداش و دستگاه تبلیغاتیش و این سیمای آقایون رو هرچه بیشتر در جهان افشا کرد، اونا رو میگه صدای رعداسا در 13 آبان امسال. بعد بنا به گزارش فرماندهان خودش که در این تیکه فایل صوتی هم شنیدید از قریشی، که در بیش از 100 شهر تظاهرات سراسری و اعتصاب سراسری میشود، میگه 4 تا شریر و مزدور و فریب خورده. خب اصلا گیرم که سرکوب کردین در مثلا چند روز کردستان، چند روز نیرو فرستادید به زاهدان و تمام ایران رو چند روز خاموش کردید، تمام این کسایی که شما میگین 4 تا شرور و فریب خورده و مزدور، اینا با شما خوب میشن؟
تمام این خانواده هایی که بچه های گلشون رو فرستادید زیر خاک، اینا با شما خوب میشن؟ این جوانایی که در بیش از 100 شهر آمدن خیابون و فریاد مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور دادن، اینا دیگه نمیگن، اینا دیگه میگن مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا. جنبش انقلابی سراسری، عرض کردم در قبل از انقلاب هم دیدیم که افت و خیز داره، با یک گام به پس و دو گام به پیش انقدر میره جلو تا جون حکومت رو بگیره. خلاصه باری خامنه‌ای در آخر صحبتاش هم بعد از دستورالعمل‌های مکرر در شناختن دشمنان و پیاده نظام دشمن به قول خودش یعنی اصلاح طلبا، باز برمیگرده سر موضوع ترس بسیجی ها از مردم و ریزش از بدنه حکومت. آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخر گفت کسی یادش نره، یعنی اگر مؤمنید سستی نکنید و غمگین نشوید که شما برترینید. این ترجمه است که خود وبسایت خامنه‌ای گذاشته، چون ترجمه های متفاوتی داره. مثلا میگن که، حالا اصلا من کاری ندارم به ترجمه های دیگه، ولی به هر حال این ترجمه است که گذاشته روی وبسایت خامنه‌ای که عرض کردم، اگر مؤمنید سستی نکنید و غمگین نشوید که شما برترید. من دیگه چیزی نمیگم، یعنی اگر همچنان یک لایه نازکی هستن که اعتقاد دارن این واقعا امامشونه، خب دیگه چه باید گفت؟ بلک ریوارد که جمعی از هکرهایی هستند که خودشون وقف افشای اسناد محرمانه جنایتکارانه جمهوری اسلامی کردن، از جمله اسنادی که به دست آوردن بولتن محرمانه 123 صفحه‌ای است که بنا به نوشته خود این بولتن که فاش شده، فقط یک نسخه ازش تهیه شده برای سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران. مجموعه است از گزارش جلسات علی خامنه‌ای با مسئولان نهادهای نظامی و سیاسی، جلسات خود فرمانده‌های سپاه و نیروی انتظامی و مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی، دستورات خامنه‌ای و ارزیابی از چگونگی اجرای دستورات او به ارکان مختلف نظامش، ترسیم یه سری تغییرات در ریاست سازمان‌ها و بنیادهای رهبر پسند مثل سازمان تبلیغات اسلامی و غیر. این تغییرات انجام خواهد شد در هم چند روز آینده. این بولتن بسیار مهمه البته، و متاسفانه ما فرصت پرداختن به جزئیاتش رو نداریم و شما هم شاید حوصله‌اش رو نداشته باشین، ولی بسیار بولتن مهمی است. اگر که میتونین در فضای مجازی آنچه که بلک ریوارد منتشر میکنه ببینید و بخونید، و قاعدتا هم بلک ریوارد برای بنده و امثال بنده و این شبکه و اون نمیدونم رادیو و اون سایت فضای مجازی چیزی رو مستقیما اصلا نمیفرسته. علنا اعلام کرده است که بلک ریوارد وقف مردم است و افشای بولتن‌های محرمانه و اسناد محرمانه جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران که به طور علنی منتشر میکنه و همه مثل بنده و شما ازش میتونیم استفاده بکنیم. خب من اشاره میکنم به یکی دو نکته در این بولتن که مخصوصاً به این برنامه امشبمون مربوط میشه.
تو خودشون خامنه ای میگه این نارامی ها به این زودی تموم نمیشه. از اون ور طبق همین بولتن و فایل صوتی لو رفته از جانشین فرمانده کل بسیج به رسانه هاشون میگن مثل خود پیشوا در سخنرانی های علنیش بنویسید نارامی های اخیر یعنی دیگه تموم شد، دیگه گذشت. من در صفحه همین صفحه دوی این بولتن محرمانه میگوید مسئولان دستگاه های امنیتی اطلاعاتی چند روز قبل از صدور بیانیه مشترک که حدود دو هفته پیش دادن گزارشی رو درباره اختشاشات و آشوب‌های اخیر تقدیم رهبر انقلاب کردند. رهبر انقلاب در این باره فرمودند که این گزارش که می‌خواهید ارائه کنید باید در مردم تأثیرگذار باشد. دشمن می‌خواهد مردم ایران در برابر حاکمیت و نه در برابر بیگانگان بایستند. این باور برای برخی از افراد به وجود آمده که ایرانی‌ها مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند. برای اطلاع رسانی باید از ابزار رسانه و هنر به نحو مطلوب استفاده کنید تا تاثیرگذار باشد. نباید تأخیر شود که اگر دیر شود تاثیرگذار نخواهد بود. ما در حال جنگ هستیم و یکی از ابزارهای این جنگ رسانه است. چرا ما عقب هستیم؟ هر چه می توانید به آقایان بگویید که از ابزار رسانه به نحو مطلوب استفاده کنند. این موضوعات یعنی اختشاشات به قول او به این زودی تمام نمی شود. نظام سلطه با همه وجود به میدان آمده است. بیانیه شما باید متقن باشد. ما الان در تبیین اوضاع غایب هستیم. خب بعد در صفحه 4 بولتن دستور این درباره مسائل رسانه‌ای و این چیزا بود، به اصطلاح جنگ نرمش به قول خودش. در صفحه 4 بولتن دستور رهبر انقلاب به تشکیل یک جریان نیرومند انقلابی برای حضور در صحنه‌های حساس انقلاب. رهبر انقلاب به یکی از چهره‌های سیاسی فرمودند که شما بروید و یک جبهه و بدنه نیرومند در کشور ایجاد کنید که این جریان نیرومند حزب اللهی در بزنگاه‌ها و اختشاشات سینه سپر کنند. شما درد جریان انقلابی را یعنی طرفدار منو شناسایی کنید، لمس کنید، آموزش دهید و شبکه بندی کنید، یعنی تأمینشون کنید هر جور که میتوانید و اینها بتونن در بزنگاه ها و به قول خودش اختشاشات سینه سپر کنند. حکومت در تلاش تجدید قواست. نیروهایی که داشته جواب نداد. این در تمام این بولتن 123 صفحه‌ای و اسناد و صحبت های دیگر لو رفته از سران حکومت مشهود. حالا اینکه آیا اصلا چون این چیزی براش ممکن و عملی هست این تجدید قوا؟ حکومت نتونسته با خوروندن قرص های مخدر به مزدوراش جوانای کف خیابون شکست بده، حالا دنبال تشکیل نیروی ویژه دیگه است. ببینید نامه‌ای که 27 آبان دکتر هاشم موسوی رئیس بیمارستان موسوی گرگان به سازمان نظام پزشکی نوشت سند بسیار مهمی است از جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه مردم. نامه دکتر موسوی گزارشی است از هجوم مغولوار 30-40 تا مزدور مسلح حکومت به بیمارستان. رئیس بیمارستان و همکاراش که علت این حمله رو میپرسن میگن داریم اغتشاشگرا رو تعقیب میکنیم، برای همین اومدیم تو بیمارستان، تو اتاقای بیماران، تو اتاق عمل، اینجا داریم. بعد اصلا اینا آدمای سالمی هستن اینا؟ دکتر موسوی که خود در این حمله آسیب دیده است نامه‌شو دارین می‌بینین. در این نامه نوشته برخی از نیروها واقعاً در حالت روحی و روانی خاصی به نظر می‌رسیدند که چنان تهاجمی و آتش به اختیار بودند که اگر کسی را ببینند باتون به سرش فرود آورند و حتی خود فرماندهان به سختی آنها را کنترل می‌کردند. ما افزون بر این نامه دکتر موسوی از رئیس بیمارستان موسوی گرگان نامه‌های دیگری هم داریم از پزشکان دیگر در بیمارستان‌های دیگه که اونها هم تأیید می‌کنند این مصرف قرص‌های مواد مخدر به اصطلاح انرژیزا، چه می‌دونم چه کوفتیه که هر روز این مزدورای لات و لوتشون که آوردن از زندان‌ها و اینور اونور
بهشون اسلحه دادن تو خیابون، میدن بهشون که اینجوری بیفتن به جون مردم دیگه. وگرنه آدمیزاد که اینجوری با نوع بشر اینجوری برخورده میکنه که؟ برای همینه که جوان ها این دفاع از خود و در جا دفاع از خود جانانه رو در خیابون فیلماشو دیدیم نشون میدن و انجام میدن. حالا با توجه به تجربه سه ماه گذشته بعید است که حکومت بتونه تجدید قوا کنه، مگر اینکه، یعنی از ایرانی ها، مگر اینکه باز مجبور بشه بره شانسش رو امتحان کنه برای وارد کردن نیرو از عراق و لبنان و سوریه. چقدر بهش میپیوندن با توجه به اوضاع عراق و لبنان و سوریه؟ آنچه که میدانیم این است که لشکر فاطمیون افغانستانی های به اصطلاح زیر لوای جمهوری اسلامی که میفرستادشون به سوریه در مقابله با اعتراضات سراسری این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نیامدند، نتونست جمهوری اسلامی از فاطمیون استفاده بکن. حالا چقدر حتی اینا رو میتونه بسیج کنه و چقدر اصلا خیز مجدد جنبش انقلابی، چه کف خیابون چه به صورت اعتصاب و نافرمانی مدنی، فرصت این تجدید قوای احتمالی رو به حکومت میده و تا کی و چقدر جامعه بین الملل اجازه جنایت علیه انسانها و حقوق بشر رو در ایران میده؟ اینا سوالایی است که در چند هفته آینده جوابش خواهیم گرفت، مخصوصا که خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که با شمشیر آخته در داخل و خارج عمل کنه تا جایی که جونش در بیاد. خب هفته پیش گزارش دادیم از حاج احمد پزنده و شرکاش از جمله مسعود گلشیرازی در اتاق بازرگانی اصفهان که همدستاشون آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمی اصفهان و کمیل کاوه رئیس سازمان حزب الله اصفهان و جبهه پایداری ها از تبار مصباح یزدی و احمدی نژاد که دزدای کلان در اصفهان شبکه ای دارن اینها. اطلاع تکمیلی رو امشب مختصر خدمتتون عرض میکنم. مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و برادرش مشتبه گلشیرازی که مدیر عامل هلدینگ سپاهان باتری است، مجموع شرکت هاشون سپاهان باتری، شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه، شرکت توان باتری، فولاد گستر، شرکت پارسیان پارت پاسارگاد، فولاد تربت، خیریه شهید گلشیرازی، سپاهان پلاست، کارتون پلاست، انرژی گستر. گفتم هفته پیش که رسول احمدی یه وکیل مالی است که فرارهای مالیاتیشون رو راستوریس میکنه، کارشناس حقوقی و وکیل شرکت خاورمیانه است، یعنی اسمش جزو استخدامی های شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه است. کارخونه سپاهان باتری کجاست؟ تو شهرک صنعتی اشترجون اطراف اصفهان، ولی دفتر هلدینگ خیابان حمزه اصفهانی جنوبی، یه ساختمان به اسم ساختمان شهید محمد گلشیرازی تابلو زدن. هر طبقه شمال یکی از شرکت‌های هلدینگه که برای مثال طبقه چهارم مثلا در اختیار اکتک یکی از شرکت‌هاشونه که کارهای نرم افزاریشون رو میکنه و هر وقت هم احساس خطر بکنه از طرف بخشی از مثلا سازمان بازرسی و این چیزا، همین اکتک هست که اسنادشون رو میسوزونه در واقع. به هر حال یا طبقه پنجم همون ساختمان شهید گلشیرازی خیریه شونه و معاونت ها و مدیر عامل اینا. شرکت توان باتری مال ممدوسین گلشیرازی است، پسرموی پدر مسعود و مشتبه گلشیرازی. برادر محمد حسین گلشیرازی، محمد علی گلشیرازی، مدیر عامل اکتک و معاون منابع انسانی هلدینگ، نقش بسیار مهمی داره در این مجموعه. مدیر عامل سپاهان باتری هم مجید کیانیه که دستگیر شد یه بار، بعد با هم با گلشیرازی با هم آزاد شدن با وثیقه 5000 میلیارد تومانی. این بچه‌هاش خارج از کشورن و یه بخشی از سهام شرکت، اون که می‌خوام این مافیاها آخرش کجا یه دالونی داره به قول اسمونیا میرسه به بیت، بخشی از سهام شرکت به اسم
سید محسن صفوی است، فامیل سردار یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی خامنه‌ای در امور نظامی. جدا از پولشویی‌های رایجشون، یکی از کارهایی که خیلی انجام میدن این است که سربی رو که داخل باتری‌ها استفاده میشه به اسم سرب وارداتی سند میزنن، میگن از دفتر دبی سند میزنی. اینجوری سربی که تولید داخل به اسم کالای وارداتی سند میخوره، روش ارز دولتی میگیرن، تو بازار آزاد میفروشن. تو پولشویی‌ها و دور زدن تحریم‌های مستقیم خود مسعود گلشیرازی دخیله. یه نفر هست که این هم مثل مجید کیانی اشتر جانی هیچ جای اسمش نیست، نمیاد اسمش، به اسم دکتر حمزه محمدی خشویی. در واقع اصل کاری تو پوشوندن رد فرار مالیاتی و پولشویی‌هاشون این حمزه محمدی است. حمزه محمدی در واقع پشت پرده و هدایت کننده رسول احمدی است که به عنوان وکیل شرکتاشون این بر اون بر میره و ویترینه. به اصطلاح حمزه محمدی خشویی کارشناس رسمی دادگستری و ممیز مالی، عملا به عنوان معاونت حسابرسی هلدینگ کار میکنه. در ضمن استاد دانشگاه خراسان اصفهان هم هست. محض اطلاعات این مهره اصلی در تمام پولشویی های شرکت های سپاهان باتری و شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه و شرکت توان باتری و فولاد گستر و جعبه سیاه تمام دزدی های کلان این هست. و اینا دوتا شرکت سوری در لندن و دبی دارن با گردش مالی چند هزار میلیاردی که این که گفتم از میگن در دبی سند میزنیم اینجاست که سندهای واردات شرکت‌های داخلیشون رو به اسم این شرکت‌ها میزنن. سکاندار اصلی شرکت هم مشتبه گلشیرازی است که در لندن زندگی میکنه. سه تا بچه‌هاش لندنن که اسمشون رو من نمیارم، مثل بقیه‌شون. دو تا بچه‌های مجید کیانی هم لندنن، پردیس و پارسا. باباهاشون خرجشون رو میدن انشالله. حالا یکیشون هست که بعضی وقتا به عنوان کارشناس هم میره این ور اون ور باهاشون مصاحبه میشه. اینا کی پولدار شدن؟ وقتی هاشمی رفسنجانی انحصار کامل واردات دیوو رو داد به گلشیرازی ها. تاریخ تاسیس تمام شرکتاشون رو که نگاه کنین بعد از گرفتن انحصار واردات دیووس. هر کی میخواد سراغشون رو میگیره، غیر از دفتر هلدینگشون میتونه بره تو خیابون حمزه اصفهانی، هر سال محرم مسجد النبی اصفهان خرج میدن، همیشه هم دور دسته امام جمعه اصفهان دعوتن اونجا. بریم پرده آخر. ما من اصلا مسلمون بودم، نمیخوام مسلمون بمونم، مگه زوره؟ مگه آزاد نیستم؟ بله تو آزادی، مسلمونی، میخوای بری بیدین شی به جهنم، مردشو رو خودت ببرن و دینداری تو سر به تنت نباشه. اما اگه تو میخوای بگیر علنی کنی، جار بزنی، توطئه کنی، دو دور را بندازی توی کوچه خیابون، نه ما همچه اجازه به تو نمیدیم. تو میخوای بری کافر شی به جهنم، برو کافر شو، تو خونه در غلطی میخوای بکنی بکن. تو و چهار نفر دیگه مثل تو بیان مسلمون بشن، باز فردا از دین برگردن، بعد بیان تو خیابون دار بزنن، بعد نمیدن فلان کنن، بعد داستان را بندازی و بعد کل دین را و اسلام را و قرآن را و شریعت را بخواهن زیر سوال ببرن، نه ما همچه اجازه به تو نمیدیم. میکشیم، خوب هم میکشیم. شب و روزگار خوش.